یا 19 روز پیش از نوروز روزه دارن 19 روز. باز بعد از این 19 روز در روز نوروز یا عید میگیرن. چون او بهایی ها متاثر با مو عقاید قدیمی آتش پرست ها هستن، این کار اونا میکنن. یکی قبطی ها هم در مصر به نام شم و نسیم در روز نوروز یک عید دارن که 6 روز است و یکی از روزهایش همین روز نوروز است. در بین مسلمان ها اولین کسی که نوروز رواج داد ای یوسف ثقفی بود که به نام حجاج، حجاج است اصلی نامش، بعضی ها حجاج غلط تلفظ میکنن، حجاج است که ای ایره رواج داده بود و دیگه تجلیل گپا میکردن. باز عمر ابن عبدالعزیز ایره کاملا منع کرد و از بین برد و در بین مسلمان ها در اون کشورهای عربی باز تجلیل نمیشد. حدیثی که درباره عید است و از این اعیاد ممانعت صورت گرفته، حدیث است که انس ابن مالک رضی الله عنه میگه قال قدم النبی صلی الله علیه و سلم ولأهل المدینة یومان یلعبون فیهما. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و در مدینه منوره دو روز بود که در اونجا مردم مدینه در او ساتیری میکردن و عید میگرفتن در زمان جاهلیت، فل جاهلیه. فقال قدمت علیکم ولکم یومان تلعبون فیهما فی الجاهلیه. میگه من پیش شما آمدم و شما دو روزه که روز عید جاهلیت است او را عید میگیرین. و قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما، خداوند به عوض از دو روز دیگر تبدیل کرده، او روز از فرهنگتان برداشت، حال شما مسلمان هستین فرهنگ جدید دارین، این خداوند براتون چیز کردن. یوم النحر و یوم الفطر، بناهن عید مسلمان ها دو روز است، یکی روز قربانی است، عید قربان است و عید فطر است. اخرجه احمد فی المسند، امام احمد در مسند خود ایره نقل کرده، جلد 3 صفحه 133 178 235، و ابو داود در 1134 خود و نسائی در جلد 3 صفحه 179 با کل سندهایشان صحیح است. والیومان الذین لذین یلعبون فیهما اهل الجاهلیه، سرکنجه چی میگن؟ میگه دو روزی که مردم های اهل جاهلیت را عید میگرفتن کدام روزها بودن؟ یوم نیروز و یوم المهرجان، دو روز بود، نام یکیش نیروز یا نوروز بود و نام دیگهش هم مهرجان بود. و میگه اگر میخوای زیادتر در اینجا معلومات داشته باشی، یک کتاب از بنام عون المعبود جلد 3 صفحه 485 یک کسی از بنام عظیم آبادی ایره تشریح و تفصیل بسیار چیز کردن. اینال علما حتی در روزی که مخصوص او مردم ها باشه گفته اگر کس به خاطر که این روز تعظیم بکنه یک غذای پخته میکنه حرام است. اگر یک چیز میخره یا غذای یا پخته میکنه یا میخوره مثل روزای عادیواره، اما ای که بگه به خاطر که این روز روز خوب است، روز مچم چطور است، روز فلانی است، مده ای روز اینی غذا را پخته کردیم، میگه اینمی غذا خوردنش هم حرام است و انجام دادنشان به خاطر از این که این کار کار مردم های عصر جاهلیت بیدن. خب گفته علما میگن که در روزهای خوشی و عید غیر مسلمان ها اشتراک نکنین. علتش چی است؟ به خاطر از این که اونا را در این گمراهی تشویق کردن است. امام بیهقی با سند صحیح از سفیان ثوری عن ثور ابن یزید عن عطا ابن دینار از حضرت عمر رضی الله عنه روایت میکنه لا تدخلوا على المشرکین فی مساکن فی کنائسهم یوم عیدهم، گفته که وقتی که مشرکین در کلیساهای خود عید میگیرن میگه اینجا شما همراهشان داخل نشین، فا این سختت تنزل علیهم، غضب خدا سر از اینا نازل میشه، تو که در او جای کت از اونا داخل میشی شامل غضب خداوند میشی. یعنی در کلیسا امرای یک بیدین او را تشویق کردن و اشتراک کردن ایره حضرت عمر صاحب میگه ناروا هست.
حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه چی میگه؟ میگه که من بنا به بلاد الاعاجم و سنع نایروزهم و مهرجانهم و تشبه بهم حتی یموت حشر معهم یوم القیامه. میگه کسی که اینی کارا را کرد که مثلا در منطقه‌ای که اعجمی ها هستن و دین در قلبشان صحیح داخل نشده و نوروز و مهرجان انوز هم به حساب فرهنگ های قدیمی تجلیل میکنن، با اینا مشابهت کرد، میگه انشاءالله تعالی در روز قیامت که تونم حشر میشه، چون دایید که ازشان اشراک کردی در روز قیامت هم کردشان انشاءالله حشر میشه. اگه جنت رفت تو هم جنت میری، اگه کدام جای دیگر رفت باز. خب یک چی است؟ بیهقی با سندش از امام بخاری روایت میکنه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفت که اجتنبوا اعداء الله فی عیدهم، در عیدهای دشمنای خداوند اشتراک نکنین. میگه یک کس پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه در روز نوروز کدام غذای را آورد؟ حضرت علی صاحب گفت که چیز؟ گفتن یا امیر المومین ها در نیروز، گفتی صاحب روز نوروز است. حالا برو گفتی غذا را پخته کنی، هر روز گفت بر ما نوروز است، چی نوروز کشیدین؟ و ابو اسامه میگه که کره رضی الله عنه ان یقول نیروز. میگه عطای میگه امام علی صاحب میگه کراهیت پنداش که عطایی کلمه نیروز استعمال بکنن. کدام کلمه دیگه که نیروزا گفت؟ چی گفت؟ کل عروز نمیشه است، عطا نامش هم خوش نداشت. بعضی از علما بسیار چیز کردن به این قسمت، شدت آوردن که، و ابن ترکمانی یک عالم حنفی است، میگه او گفته که کسی که نفقه خود در این روز یا بر اولاد خود چیز بخره و گفته اگه این کارا رو بکنه و توبه نکنه، حتی او به خروج از ایمان چیز کرده. و بعضی از اصحاب ممالک میگه، میگه کسی که در روز نوروز یک خربوزه را توته بکنه به افتخار نیروز، مثل که یک خنزیر خوک ذبح کرده باشه. یعنی قدر بعضی ها بسیار شدت گرفتن. خب ولی چی است؟ بعضی این روایت ها اینجا هست زیاد. در فتاوای ازهر خواندم، اونا رو شمع میکنم، میگه فکل ماسه و هذین العیدین بدعه. علمای ازهر در فتاوای ازهر گفتن که بغیر از عید قربان و عید رمضان دیگه بغیر از هر محفل و مجلسی که مردم میگیرن که بن او را سبقی دینی میتن بدعت است. و از جمله نشته که و من ها عید نوروز فی مطلع سنت الجیده فی فصل ربیع، ایر هم فتاوای ازهر ذکر کرده. خب در فتاوای هندی گفته که والاعطاء باسم النوروز والمهرجان لا يجوز، بر کس یک تحفه دادن به نام نوروز به نام مهرجان تحفه دادن هم گفتن که این جواز نداره. من خلاصه بعضی چیزای شستم. در فتاوای ابن جبیرین این فتاوایش نشته کرده که کسی پرسانش کرد که ما حکم اکل الطعام الذي يعد من اجل عيد النصارى و ما حکم اجابت دعواتهم عند احتفالهم به مولد المسیح علیه السلام. میگه از او پرسان کردن که اگر کس در روز کریسمس دعوت شد و خوردن غذایشان چی است؟ گفت که لا يجوز الاحتفال بالاعياد المبتدعه، گفت که محفل گرفتن در ایده‌هایی که بدعت است در شریعت اصل نداره ای جایز نیست، و اشتراک کردن مثل میلاد یوم میلاد النصارى مثل که روز کریسمس نصرانی ها میگیره و نوروز مهرجان مردم های فارس میگیرن که اونا فرهنگشان مانده، و یا مثلا در عید اسراء و معراج یک شب میگیرن میگن، یا در رجب خوشی میگن میگن بچه می شب و رجب است و چطور است پتاقیه که باد میکنن. این گپا کلش گفته که یا ناروا و غلط است. خلاصه ای که من افهم که سوالایی که دول کرده بودیم کلش شد، خلاصه کل گپ ما دیمه که به اساس احادیث سفر کردن، اگر کسی رفتن به قبرستان میخواه مثل که مولوی صاحب عابد قبلا بر شما گفت، برای عبرت است. و این عبرت مثلا در پشت مسجد هم از طرف سرک برو سر قبرهای ساش و سایکو که بسیار شخصیت های خوب و خراب فوت کردن عبرت حاصل میشه. و به این اساس پیغمبر هم گفته که قبر مرا ایدگاه نسازین، بناهن به هیچ قبر و به هیچ زیارت ایدگاه ساختن درست نیست.
و در این محافل اشتراک کردن جایز نیست به اساس احادیث شریف، ما این همه قدر فهمیدیم. اگر کسی خوبتر و دقیقتر فهمیده و ما غلط کردیم، باید بیاین بفرماین بر ما یاد بدن، خیر است پیشان اکشن از شاگرد میشیم یاد میگیریم. من تا همین روایت ها و احادیث و فتاوا و چندین کتاب است، من تقریبا 15-20 کتاب در این باره مطالعه کردم، از وای استفاده کردم. هیچ عالمی را ندیدم که از علمای اهل سنت و الجماعت یا به مشروعیت نوروز، تمام مفسرین، من نمیتونستم کل از یه را ذکر بکنم، تمام مفسرین اجازه نمیتن کسی این روز تجلیل بکنه، رفتن به اونجا را علما اجازه نمیتن، فقط در مسجد ها 3 مجلس قید است که باید فقط به 3 مسجد شوه، و زیارت ها یا قبرستان ایدگاه ساختن حتی قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله به اساس حدیث شریف منع میکنن، و بناء یک مسلمان درست و حقیقی، بله ما علاقمند وحدت مسلمان ها هستیم، ما طرفدار از این هستیم که مسلمان ها برادران ها دوستی بکنن، ما طرفدار از این هستیم که مسلمان ها با هم متحد باشن، لیکن این به این معنا نیست که ما هر کار غریزه خرابه به خاطر که جانب مقابل ما خوش شوه بگیم که والا این نمیگه درست است. چرا ما آیت قرآن را نگوییم، احادیث پیغمبر را نگوییم، بفهمیم که این کار بد است به خاطر از اینکه قاری صاحب خوش میشه، والا ما این کار چیز میگیم درست است، من قاری صاحب تو را خوش دارم، با تو احترام دارم، تو اگر کدام دلیل داری عمل میکنی دلت، اما ما دلیل نداریم. از ما تمام آیات و احادیث و روایت و فتواهای علما که هستن احتفال یا محفل گرفتن در نوروزه یا در قبرستان ایدگاه ساختن یا چیز را به نام جنده بالا کردن، این در کتابای اهل سنت و الجماعت کدام اصلی نداره، هیچ اصلی نداره، و ما زیاد پالیدیم، و ما اینه میجه پیشمه کتابخانه است به نام المکتبت و شامله و کتاب های دیگه است، هر دبین 30,000 کتاب است، هر کدام شامله که من پالیده میرفتم شب تقریبا تا 12 بری شب دیروز تا تمام روز سنه میشب کار کنم و شب دیگه نیافتم چیزی که دهی مشروعیت داشته باشه. بناهن نوروز مشروعیت در اسلام نداره، تجلیل کردن از نوروز به نزد علمای اهل سنت و الجماعت کدام اصل نداره، خود نوروز علما کلشان میگن و محدثین همون دروز ممنوعه را به نام مهرجان و نوروز ترجمه کردن، و پیغمبر هم گفت که ایدها را شما تجلیل نکنین، فرهنگ های جاهلیت را ببانین و اسلام حقیقی را بگیرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اگر بازم کدام چیز از پیش ما مانده باشه شما میشه که باز سوال بکنین، و مولوی صاحب هم هست نزدیک بیه که میشه باز نوری چه ترازه بگیم امیده مزار شریف اجرا میشن هیچ عالم علنی معانی از این نشده، چرا از طریق شورای علما یا یک فتوای عمومی همین کار علنی چرا نمیگن؟ مثلا شما که میگه من قبلا هم مبارسه گفتم میگه شما علنی و حالی ها پیلی میکنه که یک بار خواسته ایست برادر عزیز، اول لسا بر از این داده شده که مالیسی باز برتان گپ میزنه، باز خلاصیش برتان میگه. گپ های ما که است همیشه ما میخواییم در قرآن شریف که خداوند گفته که قرآن کتاب است، کتاب چی است؟ کتاب هدایت است، برای کیست؟ برای متقین، کسی که میخواه بشنوه. من منعیسی یک مسئول در مقابل شما که دست تو در یخن ما نباشه، دمی طول یک ماه درباره نمی تحقیق میکنم، اگر امکاناتش می بود ما چرا مخالفت کنیم؟ به خدا اگر برم شاید یگان تا بر ما کرای موترم بته، ساعت ما هم تیر شوه، من هم خوشم میاد که در تو محفلات چکر بزنم ساتیری کنم. نفس ما میگه بله خوب چیز است، اما حکم شریعت اینه می قسم است. ما برای کسایی گپ میزنیم که او میخواد که حق بپذیره، کسی که حق نمیپذیره گردن ما خلاص شد. انما علیک البلاغ و علینا الهدى، وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ بود، هدایت کار خداوند است. کس میخواد هدایت شوه، هدایت به قرآن و سنت است که این را ما پیدا کردیم و گفتیم، و اگر کسی از دل خود چیز میگه، میگه من میرم، دلیل ندارین، علما هم این کار نکردن، اونا میگفتن ای پیغمبر خدا تو آمدی اینجا 360 بوده، تو میخوای که 360 علیاذ بالله معبود خدا را به یک خدا مبدل کنی؟ تا
تو آمدی آل دین پدرها و پدرکلانهای ما را مشکنانی، تو آمدی فلانیست فلانیست. آل اگر تو میخوای فتوا، اگر تو میخوای دلیل، این فتواهای ازهر شریف برات خواندم. صحیح؟ از ازهر شریف کرده، از علمای ازهر کرده، من فکر نمیگم کسی عالم تر باشه. فتواهای هندی رو براتون خواندم. علمای دیگه که مثلا فتوا داده بودن خواندم. در احادیث که آمده براتون گفتیم. آل دیگه مردم افغانستان از ما چی میخوان؟ اگر نگویی یارکم در لب حوض است، در دست شیرنی و لوز است، از شیرنیگه که لوزش بخورم دغم ببانم، نخورم چطور کنم؟ آل در افغانستان اگر بگویم دغم ببانم، اگر نمایم چطور کنم؟ آل تو اگر حق میفهمی گفته شد. بنان اگر کس قبول داره خانش آباد، از کس قبول نداره خانش 500 مرتبه آباد. خلاص برو تو بشه که شورای علما برات فیصله کنه، بشه که شورا شوه، یک 40 سال دیگه هم دل بزن، 40 سال بعد باز برات فیصله میکنه. دای 40 سال خونه کردن، 40 سال دیگه هم نمیکنه. ما که اومدیم، ما کوبرتون میگیم گپ بار قبول نمیکنه. ما که کس نمیکنه، فقط گفتیم کس قبول کرد خانه شو بود که نکد 100 مرتبه خانه شو بود. از ما کم چیز نمیکنه. بله حمید دمی کوشت بود می سوال این میوایت و ایران قیل لهم تبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه. اینا سعی کنن حافظ قرآن بر ما چی رو میده؟ میگه و اذا قیل لهم تبعوا ما انزل الله، قرآن است، مؤمن بهی است، بر ما درس میده. میگه شما ببینید که مشرکین چی عادت داشتن. و اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشد که اتبعوا ما انزل الله، قرآن پیروی بکنین، سنت پیغمبر، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبانا، ما چیز پیروی میگیم که پدرای ما کرده. بابا کلان ما مزار میرفت، ننه کلان ما مزار میرفت، تو آمدی حال سرمایی رو منه میکنی، ما الفینا علیه آبانا، چیزی که پدر و پدر کلانای ما کرده ما امیر میکنیم. اول او کان سعی کنین خدای عزوجل چی میگه؟ میگه اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. میگه آیا یا نمیفهمن که پدرایشان عقل هم نداشتن، هدایت هم نداشت. پدرش عقل نداشت، هدایت نداشت. آلو تو از اونم پدرت. آیت 170 سوره بقره. حالا ما این گپایی را که استعمال میکنن گپایی است که اونا در مقابل پیغمبر گفته میشه. مسلمان چی میگه؟ که آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم. وقتی قرآن یک حکم کرد، حدیث پیغمبر حکم کرد، خلاص ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. برادر ما سه سوال داریم. چرا؟ راستن زلال بخواهیم نوریز یک اماکن مقدسه که ما بگیم مسلمان در افغانستان به غیر از مساجد اماکن مقدسه به چی چیز آمان مثلا؟ و در شهدای صالحین اکثر هم در بعض روزای مخصوص نعتخوانی می شده در دستانی هم. آیا جایز هست یا نیست؟ من یک نقطه را عرض بکنم که شما حق ندارید. من قسم می دونم، ولی من قسم می دونم الله شاهد است که ما هم بکنم از سکت مخصوص داریم ما بکنیم و ایشهای فرقی ما هستیم و افتخار هم به اون میکنیم. ولی یک نکته را میگیم که چیزی که امام رحمت الله علیه نگفته سر ما سر امام نشسبانیم در ایجاست. و هر سخنی که میگیم انشاءالله از لابلای مذهب ما ابو حنفه بیرون نخواهد بود. این یک نکته. نکته دومی که ای کاش که یک کسی که سخن خودم سخن ما را میگه نیست، صحیح نیست، مهربانی بکنه و بیایه که اینی دلیل وی تو نیست. همیشه ما متاسف به این هستیم که پشت سر گپ میزنم اما تا که یک لبه شوه و واضح و روشن در مقابل هیچ کس ما ندیدیم که مهربانی بکنه و سخن خود را بگوید با فتوایی که استاد ارشاد کرد. فتوای دیوبند بزرگترین فتواست، فتوای مظهر بزرگترین فتواست و فتوای عالمگیری که بنای فتوای هندیه یاد می شود بزرگترین فتواست و هر فتوایی که در مذهب ما با حنیفه کشیده شده رابطه به این موضوعات بحث دارد.
بعضی نکاتی هست که شما عرض کردین که زنها به زیارت نرود. علت از این که علما تشریح میکنه که نرود، تا هنوز هم ما نتونستیم زنها را به شکل درست در عقاید اسلامی و علمشان، ارزشهایشان به طوری که مردها میفهمند، اونا نمیفهمند. علمایی را ترجیح میده به عوضی که یک زن برود کاری را بکند، عمل را بکند که توسط از او عملش از خیر کده شر بیشتر بیارد، نرود خوب است. صحیح شد؟ نکته مردی بود. هدف دی بود که هرگاه که میروند به زیارت، به عبارت از این که در اوجا که برا از خیر کده شرش بیشتر میشود. زیرا ما عملا میبینیم که زنها سر زیارت میروند، یگان بار سر خدا اعتراض میکنند و این دیده شده: ای خدا، چرا بچه مرا کشتی؟ چرا پدر مرا کشتی؟ اعظم الله هم زیارت هم میزنند، کاری میکنند در چی که او بر صحیح نیست و نباید بکند. از این خاطر فقها میگوید که این زنا رفتنشان در زیارت چونین بد کاری را ایجاد میکنند، خیرشان به منفعتشان نیست، از این خاطر باید منع شود. خب اگر یک زنی که با فهم بوده باشه و غلطی نمیکند، کراهیت دارد ولی حرام نیست. این دو موضوع. سوم ای که ما ایشگاه نمیگیم که کسی نعت نخوانه. نعت بخواند، هزار با خود نعت شرکیات نبیارد. علی جان علی جان نگوید، نگوید که تو شفای برم بده، تو مشکل مرا حل کن، تو مشکل کاشا هستی، این کارا علی شیر خدا دردم دوا کن، این کارا نکنه. ما با نعت مخالف نیستیم، با اقوالی که برخلاف عقیده اسلامی در اوج تبارز پیدا میکنه با اون مخالف هستیم. یعنی شما باور بکنید وقتی که به نام نعت، به نام خلفای راشد چیزایی را میگن که ما نمیگیم، یعنی شما فکر بکنین، ایمانان سوال بکنین، ما شما سنی هستیم، آیا حضرت ابوبکر صدیق مقدم است به الله از نظر رتبه یا حضرت علی؟ برداشت ما، خب شما کدام در شعر میر کدام روز امینا ابوبکر هم گرفتین یا نگرفتین؟ نام حضرت عثمان یا عمر هم گرفتین یا نگرفتین؟ این شعرهای شیعه است که گفته میرن نه 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 سر و برش معلوم است و سنی هم او را به زبان خود میارند. عقاید سنی را باید بشناسیم، شخصیت های والای حضرت ابوبکر و حضرت عمر را باید بشناسیم، از حضرت عثمان را باید بشناسیم. این مرجع است. ما مشکل داریم در افغانستان که کاش که شعرهایی که میگوییم او رو یک بار از علما هم بگذارانیم که اینی چی طرق ما چی میگم. شاعر ما دین نمیفهمد، از حدیث پیامبر خبر نه، چیزی که دم یادش آمد گفته رئیس، و ما هم بدون از اینکه او رو بفهمیم تحلیل میکنیم. بنان با اصل نعتخوانی ما مخالف نیست، مزار بار مردم بگیرد، خود چی را که میگوید او باید دقیق باشد. یک دومی که مجالس نعتخوانی زمینه فساد را مساعد نکند، در اوجا بره چرس والا برود بجایه بکنه، نماز باز نخوانه، به نام دین قرتک زدن برود، شخصیت دینی را لکدار بکنه، ما با این مخالف است، با این چیز دین نیست. و غیر از او با شعر ما مخالف نیستیم. قرآن که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات استثناء میکنند در شعر، در خواندن نعت کدام مشکل ما نداریم. این تو کاری که میکنه غالبا جهال میکنه، باید گنده شد. و در رابطه به این که کل ما شما مکلفیت داریم که هرگاه یک سخن را از کسی میگیریم، قرآن کریم چه زیبا میفرماید: فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده کامیابی به او بندگان ما بده که هر گپ را گوش میکنه باز خوبترینش را انتخاب میکند. سخنی که ما برای شما میگیم کتاب نو نمبره، کتاب های گذشته ماست، از اسلاف ماست، استناد سخن خود را به کتاب الله و سنت پیغمبر برتان میکنیم، استناد سخن خود را به کتاب های مذهب ما ابو حنیفه میکنیم. بنابراین اگر دین است خود ما این تو بیانش میکنیم. حالی یک کسی که میخیره
دلیل نمیاره از قرآن و از حدیث و از مذهب، از یک کتاب فارسی در میکشه و دو جای گپ خودم میکشه. پس باید منطق خمان باید به کار بیاندازیم. و از طرف دیگری افراد و تفرید خوب نیست. طور مثال وقتی که ما میگیم اشگاه نمیگیم که بزرات نرین، برین کی میگه که نرو؟ حدیث پیامبر میگه برو، خب به طریقش برو، به شکلش برو، ارزش باید بفهمی. و در پهلوی ازی ما باید بفهمیم و مسائل خود دقیق درک بکنیم. و الحمد شما جوان هستید، ما خواهش میکنیم که احساس اتو نکنید که شما چیز نیستید. خودتان هم مطالعه بکنه، خودتان هم تحقیق بکنین، خودتان هم ببینین که سخنی که براتون گفته میشه از کجا گفته میشه، در کدام کتاب است. کتاب ها خود کم نیست، مطالعه کرده برید، انشاءالله به حق میرسید. بعد ما که میاییست که یک نفر اما تو بدون از اینکه تحقیق بکنه تابه مفت میزند، خدا شاهد است که این یگانه راه نجاتشان است. که بهترین گپ همین است که کسی حق بگه در این پشت سیک رافه بزنی مذهبی نیست است، گپ خلاص شد. ولی انشاءالله این دروغا ختم میشه، دیگه این تاپ هم کار نمیده، بیغم باشه. بفرمید. مسئله زن به قبرستان رو بخاطر گفتم که اکثر مذهب میره همین لحام میگیره که اگر ما بمرم این امی حالت برای ما پیش میشه، سوال میشه. یعنی زن هم از این نمیدونی مرگ برخوردار باشند، یعنی اگر بیرن من براتون عرض کردم استاد، من فهمیدم در افغان، من گفت فهمیدم زن هایی که در افغانستان به زیارت میره تا هنوز استعدادش به اون نرسید. زیرا زن ها را خود ما میفهمیم در خانه ما و اصلا زن که تمام روز گتش هستیم نتانسته میره به حد برسانیم که یا مواظب بوده باشند به گفتار خود، به اقوال خود. بنان مردم عوام هستند، یک جنس لطیفه است. هنگامی که به زیارتشان می رود یک جوان به فرزندش مرده باشد، حدیثی داریم پیامبر علیه السلام تیر می شد، یک زنک آمد اما تو قبر زده می رفت، وای بچه یکم چرا مردی؟ غال مغال کرد. پیامبر خدا برش گفت که اسبیری، صبر بکن. یک بار برش گفت بخی بخی از آزویم تیر شد، بچه خودتون خود نمرده، بچه من مرده، تو از ما چه خبر داری؟ وقتی که از پیشش تیر شد، کس دیگه برش گفت که ایره شناختی؟ گفت نه، گفت رسول خدا بود. ای زنک ور خطا شد پشت سر پیامبر اسلام در خانه شما، گفت یا رسول الله تو عفو بکن، من تو را نشناختم. ما گفتم هستی کدام یک راره و اصلا برای ما نصیحت میکنه. و پیامبر خدا برش گفت که از صبر عند صدمت الاولا، این صبر در اول وحل است برد. این چه قبیقه الابته؟ ببینید که این تو یک مشکل است. از این خاطر به خاطر که سد ذرایع شود و سبب فساد ایجاد نشود، نرفتنشان بهتر از حقشان نسبت به رفتنشان. در رفتارشان فساد بیشتر می شود. عملا شما ببینین در زیارت هایی که زمان می رود چیزایی می گویند، یکان دفعه بشنوین که چی می گویند، یکان دفعه ببینید که چی اعمال می کند، یکان با چی فساد اخلاقی در جا رخ می دهد. از این خاطر به خاطر که فساد اخلاقی رخ ندهد، خدا نخواست یک سخن نگوید که به واسطه از او بدبخت نشود. و از طرف دیگر اعتراض به الله نکنه. ما میبینیم زنها را که یگان با بچهش میمونه میتونه میگه خدای تنها مرا دیدی استغفر الله، به میگه که همتو بکنه، یعنی این کافر میشه، این باید کسر کلمه بخوند. یعنی تو یک گپا داره وجود داره. از این خاطر نرفتنش در حقشان بهتر است نسبت به رفتنش. اولا پرسان دارم به بسال کنه ها در اجابتا یا رو گفت چی میدونی من اینجا چوی ندارم من بیاد همین سای مرا شوار بده همین ما پس زبان خود میگیری چی شموده اینان در قسمت زنها ما بسیاری مردها را دیدیم. مثلا در مسجد مکرویان امام شامد که برادر ما میخواییم همین مسجد هم در پالی مسجد جای جور بکنید برای زنها که بین تو بخاطر درس نمیدن بخاطر بخونند در درس باشت را کنند. این میشه کل مردها در مقابل از استاد شدن و اوهو در مسجد چطور زن به در مسجد چطور برای زنها جای جور شود چطور شود امیر مخالفت میکنند. این حال ما وقتی که در باری زنها گفت میزنیم، یعنی به ایواز که عاطفه چیزی که به منفیتی از اونا او را گفت بزنیم، برای زنها چی به درد میخورد؟ شما ببینید در درس هایی که ما داریم یک تعداد خواهرای ما میاد در درس های اشتراک میکنن. دو ما در درس های تفسیر شریف
اشتراک کردن. اگر اینی زنهایی که در درس‌های تفسیر و ترجمه اشتراک میکنن، در این درس‌ها اشتراک میکنن، یا توحید میفهمن، شرک میشناسن، بدیها را میشناسن، اگر اینا مثلا به زیارت هم میره، هیچ کسی بر از اونا مخالفت نخواد کرد. اما آل ما و شما حداقل واقعیت ببینیم. امروز مثلا شما بفرماین برین در شاهد و شمشیره، ببینین که در شاهد و شمشیره میخ زدن کار ناروا، با کفتر ایمان داشتن کار ناروا. ایره با یک درسی درباره شرک در تصرف میگن که ما بگوییم که مثلا فلانی کفتر اگر زدی بازو بر تو ضرر میرسانه، در حالی که نفع و ضرر حضرت عمر صاحب در مقابل حجر الاسود استا شد و گفت که تو یک سنگ هستی، برای من نفع و ضرر رسانده نمیتونی. بسیاری کسا حتی مثلا اینی کفتر اگر بکشی، مایی را در جای رفتیم که مایی را دست نزنی، که دست بزنی از بین میری. میخ زدن، گوارگک جور کردن، تو غزور شور دادن، بر ما بچه بتی، بر ما دختر بتی، اینی کارهای ناروا و غلطی را که میکنن. بین خوبتر این است که ما دلسوزی بر از اینا داشته باشیم، اینا را از طریق سیدی های اسلامی، از طریق درس های اسلامی، از طریق کست های اسلامی بر از اینا زمینه را آماده بسازیم، تا که واقعا ما دیدیم زنهایی که دین فهمیدن از مردها که قوی تر بودن. و بی بی عایشه یکی از ازواج مطهرات بود که بزرگای صحابه پیش ازی میامدن در بسیاری مشکلی که نمی فهمیدن میامدن از پیش ازی پرسان میکردن. کاش که ما اون تو زنهای حافظ قرآن، قرآن شناس، دین شناس داشته باشیم. اما رفتن به زیارت ها، شما میبینید که دیگه برن و جلوا پخته میکنن. این امیال مثلا در مشوار کابل مثل که برادر ما گفت در تمیم انصار دختر آمده که والا من شوی ندارم، آمدیم آل تمیم انصار تو را شوی بده، والا اگر ما بمرم یک دختر مقبول سر قبر ما بیایم. میگم که سر قبر حافظ یک شش تا دختر رفته بودن، گفته بود دستم دهیز و ارنه خریدار هر شش فال دیده بودن. دیگه او اگر یک نفر بتانه که مثلا دختر مقبول ما بتانه بر تو بگیرم، چرا بر خود نگیرم؟ دیگه او این گپایی است که این مخالف عقیده هست. و تمیم صاحب انصار نمیتونه بر کس دختر بتن، نمیتونه بر کس بچه بتن، نمیتونه حضرت علی سمی نمیتونه چشم کس را بینا بکنه، از کرامات سخیجان کور بینا میشه. و این می گپ غلط است، نارواست، نادرست است. پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابی مبارکش نابینا بود، عبدالله ابن ام مکتوم، نتونست که چشم از او را بینا بسازه. اگر میتونست، ما ببینیم که تو خوب تکلیف هم داری، استاد مریض است، تکلیف داره، دوست ما هم دارم، در قلب ما هم جای داره، عطایت قرآن هم در مورد حضرت عبدالله ابن مکتوب آمده. خب بیا روی تک دست میگم اینو چشمای جور شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله نمیتونست. پیغمبر صلی الله علیه و آله در غار ثور برد از پیش مشرکین گریخت. اگه پیغمبر میتونست که مثلا کل پیغمبر نابود کنه، کلش نابود میکرد، یا میتونست که لول بده کلش را چیز میکرد، بابا غلطان ولی وره کلش لول بداد مشرکین. یعنی ما حداقل دین خدا ببینیم، چیزی رو که پیغمبر در زندگی عملی خود نکرده، درست است؟ اگر پیغمبر میتونه چشم عبدالله ابن مکتوم جور کنم ولی نکرد، باز اینجا خود یک سوال پیدا میشد. این پیغمبر مهربان، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن میگه که قلبش به خاطر مسلمان ها در میگرفت که باید کلگی مسلمان شود، کس مشکل نداشته باشه. و اونجا صحابیش نابیناست، میگه یه پیغمبر خدا به نماز جماعت آمده نمیتونم، اصل نیست. گفت که برو پس صدای ازا نمیشنیم، گفت نابیرام که هستی بیان. خب پیغمبر اگه میتونه چشم، وقتی که پیغمبر خدا نتونست، وقتی که حضرت امام حسین در کربلا از تشنگی شهید میشه، سید حضرت علی در افغانستان چشم نابینا را بینا میکنه، برای بچه خود یک گلاس آب دراز میکرد، دست خدا میداد که از تشنگی نمیمرد. اگر میتونست نکرد، مشکل ایجاد میشه. وقتی که نکرد، ما میفهمیم که بنده بود، بنده خدا بود. بنابراین چیز را که خدا میکنه او را نباید بر مخلوق نسبت بدیم. این حال ای است. حالا مثلا سمنک حالا فیران در افغانستان رواج است، از شب تا به صبح زنهای بدعتکار سمنک و بازور چمچه زده میزن، سمنک در جوش ما کپچه زده، ماروار کپچه میزنن، نمازهای صبحشان قضا هست. ایره باید بر از اونا بفهمانیم، بگویم که خواهر عزیز، ایره به بی بی نسبت نتیم. اصلا نظر عبادت است، در نظر فقط به الله شبه ولیوف و نذورکم. اما اگر تو میگی نظر بی بیست یا نظر آغاز یا نظر فلانیست یا نظر فلانیست، والا ما میگیم دل کسی خوش میشه خانهش آباد، دل کسی که خفه میشه در کاسه رایی میکنن، در قلبه رایی کنن که به ما نرسه. ولی باید بگویم که سمنک در اسلام نیست. ما
کتابای قاموس عربی رو بین مبرتان میکشم، اگر سین میم نون کاف سمنک در کل فرهنگ اسلام یافتی در زبان عربی باز بگو، یا دکچه ایج در عربی چه نیست، در عربی ایج چه نیست. پس دکچه رو تو از کجا گرفتی که نزد بی بی اوتراست؟ اینال ما باید این حقیقت ها را برای خواهرای خود برسانیم که خواهر عزیز اینی کارای ناروا را نکو، به خاطر ازی که این صدمه به عقیده تو میرسانه. شاهد شمشیره یک انسان بود، یک شخص بود، یک عالم بود، یک بزرگوار بود، بنابراین ما میگیم خداوند او را مغفرت بکنه. ان شاء الله تعالی نمیگیم که شهید 100%، میگیم ان شاء الله تعالی، چرا که خداوند گفته ولا تزکو انفسکم، ای مردم خودت تسکیه نکنین، نگوین که فلانی نفر شهید 100%، بگو ما هم تو گمان میکنم که ان شاء الله شهید باشه، اما میشه که او شهید نباشه. اینا رو ما میگیم شاید شمشیره ان شاء الله تعالی شهید خواهد بود، دوست خدا بود. شاید شمشیره در زندگی خود کس را نگفته بر مسجد کو، نکنین متهم شاید شمشیره را، با خدا شاید شمشیره در روز قیامت از یخنتان میگیره او مردم که ما کی گفتیم بیاد قبر مسجد کو. شاید شمشیره به الله سجده میکرد، به الله رکوع میکرد. شاید شمشیره خودش یک موحد بود. بران ما چرا جابر انصار و تبیین با انصار نامدن اگر وام افتن بیان مردم ما را عبادت بکنن و بیان در قبرای ما سجده بکنن؟ چرا در افغانستان آمدن شهید شدن؟ و آمدن شهید شدن به خاطر الله که مردم عبادت انسان پرستی را ترک کردن، الله پرستی بکنن. پس ما او انسان‌های موحد یکتا پرست وارن، مثل که بت ابراهیم علیه السلام جور کرده بودن. پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد در مکه مکرمه در داخل کعبه دروازه رو باز میکنه، دو دانه بت است. یک کس ای پیغمبر خدا این دو نفر بت است غرض نگی، کی است این بت؟ از ابراهیم است یا هم از اسماعیل است؟ مجسمه ابراهیم و اسماعیل جور کردن در داخل کعبه ماندن. حضرت پیغمبر هم گرفت چپیشان کنین، تکا تکا کنین. حضرت ابراهیم مجسمه پرست بود که شما این آمدین این کارو کردین. پس در داخل کعبه بت پرستی شروع شد، در خانه خدا بت پرستی شروع شد و پیغمبر بر آمد این بتارا کلش هم محو کرد. امروز ما و تو نباید این دوستای خدا و شخصیتای خداوند اینو سجده بکنیم، رکوع بکنیم که اونا راضی نیستن به رکوع، اونا راضی نیستن به سجده. از این خاطر ما بسیاری وقتا اشتباه میکنیم، اونمو نفر را زیاد نمیگیم. در روز قیامت حتی در آیات قرآن است که و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم، خداوند حضرت عیسی علیه السلام استاد میکنه که انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله، تو گفتی؟ حضرت عیسی علیه السلام میگه نیست، ما نگفتیم، ما نگفتیم. عین گپه. شاهد شمشیره رو استاد میکنه، یا شاهد شمشیره تو گفتی بر مردم بیا بر من سجده کن، تو گفتی بیا بر من رکوع بکن، تو گفتی بیا بر من شمع چالان کن، تو گفتی کرد من طواف بکن، تو گفتی بر من پیرانای زری و پیران گلنگار جور کن، بیا در سر قبر من پردان. او میگه که صاحب من نگفتیم، این مردم خدای در غضبت گرفتار. بنابراین ما باید اون شخصیت ها را منعیس شخصیت های موحد بشناسیم، کار را بکنیم که اونا خوش شدن. اونا در چی خوش میشن؟ در توحید، در عبادت خداوند. بنابراین برادرای عزیز، اولا حضرت علی در مزار شریف خود قبر عزیز در اینمیجا در شک است. مورخین بسیار بزرگ بزرگ سر از این شک میکنه که هیچ حضرت علی سر نمیجا در افغانستان نرسیده. گویند سیکو گویند، وقتی که گویند شد یه از نگاه زبان دری بسیار ضعیف است، میگن میگه که فلانی گویند مرتضی علی در نجف است، میگن جا چی؟ بله آوازی سر چوک است. گویند مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت شرف است، جامی نه عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور و هر طرف است. این حضرت علی صاحب آفتاب ساختن و نور جکل دنیا هست. و حضرت علی صاحب شاید امروز قیامت ایران بانه که مردم این چیست؟ ای چی حال است؟ ایشان هایی که آمدن تمام روز این سرمت تجارت میکنن، این تجارت کردن این کار ناروا هست. از این خاطر رفتن برای در مزار شریف، ولو که حضرت علی صاحب قبرش هم اونجا باشه، ما تو پیش قبر پیغمبر سم رکوع میکنیم اجازه نیست، سجده میکنیم اجازه نیست. فقط همه قمه میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا عمر ابن الخطاب، السلام علیک یا ابوبکر صدیق، فقط سلام میتین، روی خدا طرف قبله میکنیم، دعا میکنیم. پس ما پیغمبر گفت خدای قبر مرا بت نسازی، اینال حضرت علی صاحب هم دعا را میکنن که خدای قبر مرا بت نسازی. پس ما چرا در مقابل از اونا شخصیت های خدا باید دوست داشته باشیم؟ لکن دوستی افراطی یا مدح خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که میگه لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم، او امت مسلمان ما، او مردم قرآن شناس، او مردمی که مرا دوست دارین، مرا توصیف زیاد نکنین مثل که مسیحی حضرت عیسی ابن مریم کردن، توصیف کردن و کردن و کردن و کردن، بالاخره این گفتن بچه خداست، نکنین توصیف زیاد. چی بگویم ای پیغمبر؟ بگویم که بنده خدا و رسول خداست.
این دو کلمه را بگن. ابن کثیر در تفسیر خود میگه، میگه به خدا اگر از عبد کده لقب عالی تر به رسول خدا می بود، خداوند در معراج برش ایره میداد. گفت سبحان الذی اسرا به عبدی، به بندش. پس بنده بودن پیغمبر، رسول بودن پیغمبر مدال است که از او کدام مدال عالی تر نیست. پس ما بهترین توصیف به رسول خدا سمه ایم که اشهد و ان محمدن عبده و رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پروردگارا بر ما توفیق نصیب بکنی که سخنایی را که میشنویم از جمله اونمو سخنا بهترش، خوبترش، چیزی که به حق نزدیک است امر بگیریم. قبلة الإسلام يا